آقای امان لاپیمان عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر در مورد بودجه هستن با ما آقای پیمان عرض سلام بر شما سپاس از حضورتان در طول خب مسئولان اداره یالی تفتش میگن که تخصیص بودجه بدون در نظر داشت ظرفیت در واحدهای های بودجهوی یک از چارش های اساسی در ساخت قطعی هر سال است. در این زمین شما چی میگن؟ به نام خدا سلام خدمت بیننده های عزیز و کارکنان شما ما فکر میکنم که اگر ما مسئله ظرفیت مطرح کنیم ظرفیت یک بحث جداست ولی مسئله مشکلاتی که در وزارت مالیه از آغاز وجود داشته به خصوصا در یک دو سال اخیر که وجود دارد سه سال اخیر مشکل ترین مسئله در در بخش قطعه در بخش بودجه خود وزارت مالیه است چگونه ما گونگو ایتمش وکی حتی وزرا و کارمندای وزارتخانه ها و یکی هم در قانون تدارکات است که قانون تدارکات است تا سیستمی ساختن که بسیار مغلق پیچیده و وقتی و زمانگیر از یک طرف غرور و تکبری که و کارشکنی که در وزارت مالیه وجود داره یک وزیرم که بارها, بارها پیشی یک عادیترین ترین رئیس وزارت مالیه استادچوا حتی حاضر نیست به خواسته ها و چیزها چیزاش پاسخ بده مثلا پروژه را برش میتن اما به دستاوردن پولش باید بارها و ماها وزارت مالیه را کنترلش کنه تا او پول بده دلایل مختلف وجود داره ما ده دا یک دو سالی که متوجه هستم سابق این شکل بود ولی کمتر ده یک دو سال چون سابق پول بود وزیر مالیه با کاغذات بازی میکنه با ارقام و اعداد بازی میکنه با نشست سر میز با بعضی کسایی که میاره و امرایشان یک پروتوکولی هوایی را که هیچ امکاناتی وجود نداره امضا میکنه بعدش میگه که ما اینقدر پول در بودی در بودجه دارم و اینقدر امکانات دارم برای اینقدر پروژه امکانات دارم من فکر میکنم که ما پروژه را برای شما نشان میتم ما امید بودجه ای امسال مکمل از زیر تا زبرش خواندم و متوجه شدم که دی بودجه چه میگذره سالهای گذشته ما این شکل بود به این دلیل است که این پروژه ها مثلا یکی از نمونه هاش میگم وزارت فواید عامه 48 میلیون دلار داره برای شاید حدودا 20 یا 15 پروژه ای کلانتر بزرگتر باشه که نمونه مثالش ما برای شما, شما سرک های مرکز نیمروز خدمت شما عرض می سال هاست که سرک های مرکز نیمروز در بودیجه شامل میشه می پس میره دلیلش چیز ما برای سرک های مرکزی نمروز عدی اقرچ دام میلیون دلار کار داریم اینها دارن مثلا 84 میلیون ملیون گرفتن یا 48 میلیون گرفتن وزارت مالیه ده چند پروژه تقسیم کرده در 10 15 20 پروژه ۳ میلیون 2 میلیون 4 میلیون قانون تدارکات میگه که تا زمانی که شما پول مکمل بودیجه پروژه نه نداشته باشین بده او به قرارداد رفت نه ميدانن بناهن به نام این پروژه چهار چل... میلیون یا سه میلیون دلار وجود داره دو میلیون وجود داره این میره و بودیجه شاملش میکنه در چشم مردم این امروز خاک میزنه و مردم این امروز میگه که پروژه شما خود بودیجه هست و مردم باز از پیش پرسان نمیکنه که این پروژه چند سال است که در بودیجه ایت هست ولی تطبیق نمیشه و عملی نمیشه آقای پیمان چرا این گونه شده؟ شما میگن که یعنی با این مثال که داده به کل جنجال از خود وزارت مالی آغاز میشه؟ حتی از وزارت مالی آغاز می نمونه مثالش امسال یکی از کسایی که بر بنیادی کمترین مصرف باید سلب اعتماد میشد وزیر مالیه بود وزیر مالیه 400 نفر مشاوری آ... بالمقطع داره بر اساس اجازه بدید آقای پیمان امین امین موارد را که میکنین بر اساس چی میگن این تعداد مشاوران و غیره خب شما برین یک دفعه ارزیابی کنین دلیل چه برتون میگم موارد چه برتون سال گذشته هفت میلیون دلار تنها مصرفی شما برین به بودیجه مراجعه کنین نمیشه که من کتاب بیارم در سر میز شما پرتم کاش که وزیر مالیه بیا در مقابلی ما بشینه که من قیش بزنم با ی بازی هایی که میکنه هم بازی اقتصادی هم بازی سیاسی هم بازی نظامی کل افغانستان یک وزیر مالیه س. هفت میلیون دلار تنها مصرف مشاورینش نشست در حالی که قانون تدارکات یا هرچی که از برشان میگه که یک وزارت میتونه یک, وز... یک مشاوره یا حتی از یکم بیشتر اجازه نمیده مقرر کنه به خاطر نیازمندی و ضرورتش به مقدار یک نیم لگ یا دو است یا ولی وزیر مالیه به چار هزار دلار که بیشتر از اون میاری که در قانون تذکر یافته تنها هفت میلیون دلار مصرف مشاورین شده وزارت مالیه مسئله دیگه سه سال است که وزارت مالیه هر سه سال وزارت چه رنگ میکنه این از بس که بودیجه را مصرف کرده نتونستن می کلکینا و چیزای پی بی سی را کندن همگی را بردن فعلا هم در گمرکات از فکر میکنم ما اونجا گدامش کرده باشن پس دوباره از سر چسبوندن وقتی که شما به ارقام مراجعه بکنین میبینین که وزارت مالیه پایانتر 30 درصد بودجه را مصرف کرده چرا مجلس نمایندگان یک بار رای داد به وزیر مالیه ببینین مشکل مشکل اینجاست و وزیر مالیا مثلا امروز هم در کمیسیون بودجه برایشان گفتم گفتم بسیار مجبور نساز رئیس به کمیسیون بودجه که یک سلسله حقایق دیگه هم در اینجا برملا می شود پارسال سند بودجه را رئیس کمیسیون بودجه رئیس و چیزی اصلی را به وزارت مالیا نفرستادن هیئت اداری حاضر نشد امضاش کنه فقط مکتوبش یکی که از معاونین شورا امضا کردن در سند نقلی در سندی که خود وزارت مالیه رئیس کمیسیونی بودجه و مالی گرفتیم زاک تاپا و عمرش کرد از آدرس خودش سندی را که ما پاس کرده بودیم سند به جای خودش ماند و دیگه سند نقلی را وزارت مالی از پیش استفاده کرد امسال مجلس نمایندگان چند تن از وزرا را سر به صلاحیت کرد به خاطر مصرف نکردن بودجه و نسندی <تصفح> که تعیین شده بود حالا چی اقدام باید شود که امسال باز یک بار تکرار نشود و بتوانند که درست بودجه خود به مصرف برسانند ولی ببینین ما ما میخوایم بگوییم که وقتی که یک کسی ای بازیاره که این بازی ها را میکنه طبیعی است که امکانات کافی داره که حتی با وزراش هم بازی کنه با کابینه هم بازی کنه در اونجا یکی دو نفر البته رقیب های وزیر مالیه بود که یکی از جمله وزیر خارجه است که ما هم میگم ما به رهبری وزارت خارجه کدام نه اعتماد دارم نه باور دارم نه بر جمعیتش اصلا صلاح الدین خان ما او قضیات باور ندارم برش ولی اصلی گپ میگم صلاح الدین خان مانع بری شاید بعضی مسائل اکلیل حکیمی بود شما فکر کنین که اکلیل حکیمی سه سال است که الحاقیه ای که بری وزارت مالیه ساخته شده پولش میگیره سه سال پیش تسلیم شده ولی بازم در بودیجه میاره شاملش میکنه میگه الحاقیه ما میسازیم یکی ل... ببینید وقتی که سلب اعتماد شدن قانونی را بگه که دیگه ما بر نمیگردیم با اون چیزی که پس گشتیم اشتباه شده غیر اشتباه شده معجب بوده غیر معجب بوده دلیلی هم که سلب اعتماد شدن چند روز پیشش وزیر مالی آمد در کمیسیونی در شورا گفت که وزرای هستن که از زیر این قدر مصرف کردن گزارش داد بر اساس گزارش وزیر مالی ما قبل از که وزیر سیوا تعدادش به شورا بیان برشان گفتم که برین با آقای دکتر اشرف غنی صحبت بکنین بو این که بر اساس گزارشی که وزیر مالیه داده خودی که کسی که بودیجه چه مصرف نکرده و با بودیجه ها بازی میکنه ما را به توهین و تحقیر آقای پیمان حالا باید چی شود فرصت تمام است واقعا در مورد بودجه اقدام بعدی مجلس نمایندگان چی خواهد بود و چی موارد هم در نظر گرفته شده خیلی کوتاه پاسخ ما فقط یک نقطه میخواهیم بگوییم سال گذشته در بودیجه 5 لک و چند هزار دلار یا خدودان 6 لک دلار مستور یعنی اشد محرم گذاشته شد وزیر مالیه گفت که ما برای وکیل ها مصرف کردیم از یک آدرسی. اگر خواستن باز بعدها بیشتر افشا میکنیم این قضایه را ما میخواییم بگوییم که وکیل ها را بدنام کردن بیزد کردن میگن ما برای وکیل ها پول میتیم عالی هم شاید یکی از... مانوره های وزیر اینجا گپای زیادی دارم که اوایدی وزیر مالیه چقدر از گمرکاتش چقدر از در پورتی خشکی اصلاح و اصلاح حیرتان و کیو کیو را به کی دادی به خسور برده یکی از رهبرها و کلانای حکومت دادی چقدر اوایدش است وسالانه ببینید، امکان داره که او با پول بازی کنه یک مقدار پول امکانات باز به با یک دسیته اجینتش خدای ناخواسته در دا داخل شورا پیدا کنه و بری از وابطه و یک مجموعه کلانی از از وکلا را بدنام بسازن مثل کی گفت که وکیلا کسایی را مقرر میکنن از 20 تا 80 هزار میگیرن با اون مواصبه که ما کردم 2000 نفر گمرک نبود اوایید گمرک به وکلا میدادن از از 2 تریلیون بیشتر میشد ببینین یک آدم بایی شیوه ها بازی ها میتونه که افغانستان یعنی شما همیز شما یعنی باور دارین که مشکلات حل میشن یا نه خیلی کوتاه بگوین به هیچ وقت مشکلات حل نمیشن من میفهم که کسایی که با بودیجه رای بتن یک نقطه اشاره میکنم خیلی کوتا کوتا بس این معادین چه قمیم است در بودیجه امسال بر یک مدن افغانستان صدر پا بر سرویش هم ندارن آیا تو تا خیرات می تلبی این مادین افغانستان اگر در دست ما فکر میکنم که وزیر مالی باز می فکر میکنه که چند رفر مصرف میکنه بودیجه را پاس میکنه و از طرف مامورین هم فشار میاره که معاشات آن اجرا نمیشه در حالی که قانون میگه که معاشات را از بودیجه سالی گذشته شما متعلق روان اما با این بازی ها نمیتونید در چشم ما خواهد کفای آس زیادی است که با در آینده ها در مورد وزیر تشکر در اخیر چند خبر ورزشی را ببینید محور به پایان میرسد خدا نگهدار